هرچی از جرقه قیام در 25 شهریور فاصله میگیریم، انقلاب هم تعمیق میشه و هم صفبندی‌های سیاسی بیشتر و بیشتر خودشو بارز میکنه. الان شاهدیم که مرزبندی بین خلق و ضد خلق ترسیم میشه. نگاه سطحی این قطبندی رو ضد اتحاد و منفی ارزیابی میکنه، اما این قانومنده و از قضا نشون دهنده تکامل جنبش و قیامه. برای گفتگو حول این موضوع همراه هستیم با آقای مسعود امیرپناهی. آقای امیرپناهی، با تشکر از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. سلام میکنم خدمت شما و از اینکه منو دعوت کردید تشکر میکنم و درود میفرستم به بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی. بله، همونطور که شاهد بودیم، گروهای با تبلیغات و هیاهوی خیلی زیاد در بحبوحه قیام تحت عناوین آلترناتیو و اپوزیسیون این رژیم ظاهر شدن، اما 9 ماه بعد از قیام هیچ اثری از اونا نیست. علتش چیه؟ چرا به سرعت ظاهر شدن و به همون سرعت هم محو شدن؟ منظورم البته بیشتر از جنبه اجتماعی و تاریخی موضوعه. بله، بذارید در پاسخ به سوالتون بگم که در کلیت در یک جمله اگه بخوام بگم، علتش اینه که اینا اساسا محصول یک هیاهوی تبلیغاتی بود و اصلا پا در واقعیت جامعه ایران نداشت. در واقع توسط همین رسانه‌های فارسی زبان که وابستگی اونها به محافل استعماری شناخته شده بوده و منکرش هم نیستن، خودشون هم منکر نیستن، اینا بزرگ شده بود، به این ترتیب بزرگش کرده بودن. البته اینا هم باید اشاره کنم در هماهنگی با بیت خامنه‌ای و دقیقاً به نفع اون. ببینید، کلن ما با یک تاریخ تحریف شده روبرو هستیم، تاریخی که در واقع دیکتاتورها و فرصت طلبا و استعمارگرا نوشتن، یعنی قدرت‌های حاکم این تاریخو نوشتن. وقتی هم که فرصت طلبا و دیکتاتورها، یعنی اونایی که حاکمان تاریخ می‌نویسن، خب طبیعی رضاخان قزاق روسی که قاتل انقلابیون و در واقع روشنفکران و شاعران و برجستگان و جامعه ایران بوده دوران مشروطه و البته سرکوبگر ملیت‌های ایران هم بوده، میشه ایران ساز. حالا چی کار کرده؟ یه کارایی کرده، مثلا راهن ساخته، حالا به نفع کی بماند؟ بعدا باید بهش پرداخت. پسرش هم که هر دوبار توسط استعمارگرا به قدرت رسیده، میشه مدعی تمدن بزرگ با الگوی ژاپن، منتها در غرب آسیا. منظورم ادعاهایی که شاه اون موقع میکرد، میگفت ما میخواییم مثل ژاپن بشیم و این حرفا. بنابراین باید به تاریخ یک نگاه علمی و درست و بی‌غرض داشت. بله، در رابطه با این تحریفی که الان شما هم اشاره کردید، فکر کنم نیاز نیست جای خیلی دوری بریم. همین الان هم جلوی چشم همه دارن تحریف میکنن. اتفاقا یکی از همین رسانه‌های فارسی زبان که شما اشاره کردید، هفته گذشته گفتگوی با بیژن عبدالکریمی، استاد فلسفه در دانشگاه آزاد داشته و مطرح کرده که دموکراسی برای نسل زد در حد پفک نمکیه. به نظر شما این رسانه اروپایی چرا رفته سراغ یه استاد دانشگاه تو حاکمیت دیکتاتوری مصاحبه میکنه؟ به هدفش از این موضوع چیه؟ بله، همین که می‌بینیم، ببینید یک رسانه اروپایی، اونم فارسی زبان، که همه خبرنگارای ایرانی اون در دانشگاه‌های تربیت شدن که زیر کنترل شدید وزارت اطلاعات هستن و دستچین میشن، گزینش میشن، اونم در رشته خبرنگاری که به قول فلاحیان وزیر اطلاعات تحت تعقیب بین‌المللی هم هست، بهترین پوشش برای کار اطلاعاتی. این حرفایی بود که خود این فلاحیان زده بود تو مصاحبه با اون حسین دهباشی. اینا اصلا تصادفی نیست. از این که بگذریم، این عبدالکریمی یکی از همون در واقع تئوریسین های پرورش رفته در همین بیت ولایتی که خودش هم منکر این نیست، میگه برای حفظ نظام داره این حرف رو میزنه. تو این مصاحبه یه صحبتی داشته، حالا شما نوک تیترش رو گفتید، من یک قسمتی از صحبتش رو انتخاب کردم که اونو بگم براتون. ببینید، میگه دموکراسی یک واقعیت اجتماعی است که با یک فرماسیون اجتماعی و با یک واقع بودگی و هستی اجتماعی نسبت دارد. از این کلمات قلمبه سلمبه که بگذاریم، که مثلا بیشترم جنبه تبلیغاته، میخواد بگه که این یه واقعیت اجتماعی ریشه در تاریخ داره.
این فرماسیون اجتماعی و این هستی و واقع بودگی اجتماعی و تاریخی فقط و فقط در جوامع غربی شکل گرفته. ببینید اینجاست نکتهش. در جوامعی مثل جامعه ایران که اساساً این فرماسیون اجتماعی وجود نداره، انتظار میوه دموکراسی از درختی که اساساً در این کشورها ریشه ندارد بی‌معناست. حالا ببینید چی می‌خواد نتیجه بگیره. این صرفاً یک مسئله سیاسی نیست، یک مسئله تمدنی است. یعنی در بخش اعظم کره زمین آن فرماسیون و صورتبندی اجتماعی در غرب که به واسطه ظهور طبقه بورژوازی رشد کرد، طبقه متوسط، ظهور جامعه مدنی شکل گرفت، وجود نداره. چنین تاریخ در ایران و بسیاری از کشورهای خاورمیانه و آمریکای لاتینی و آفریقایی وجود نداره، منظورش جهان سومه. لذا دموکراسی به آن معنا، ببینید، دموکراسی به آن معنای غربی در کشورهای مثل جامعه ما اساساً تحقق پذیر نیست. در جوامعی مثل جامعه ایران انتظار میوه دموکراسی از درختی که اساساً ریشه نداره بی‌معناست. همه ی حرف این بابا با این کلمات قلمب سلمبه و هستی بودگی و این چیزایی که خود تولید کرده، همه این حرف این بابا که اسم خودش هم گذاشته استاد فلسفه و اینا، در بهبوه قیامم با جست روشن فکر مخالف سرکوب یه دفعه بلدش کردن، اینه که آقا تو ایران و کشورهای جهان سوم از اونجایی که طبقه بورژوازی مثل اروپا رشد طبیعی نکرده دنبال دموکراسی نباشید، هر کی بیاد بدتر از قبلیه. بعدش هم دم خروسش کجا میزنیم بیرون، میگه که تغییرات رادیکال سیاسی برای ایران یک سم است. ما به تغییرات رادیکال در ساختار اجتماعی نیاز نداریم. ببخشید، ما به تغییرات رادیکال در ساختار اجتماعی نیاز داریم، اما تغییرات رادیکال سیاسی در شرایط کنونی به نظر من نه مطلوب است و نه امکان پذیر. این عین حرف این محمد خاتمی بود. یعنی اینکه جامعه باید تغییر بکنه، نه نظام سیاسی. همین خامنه ای باشه، همین نظام ولایت باشه، زیر چتر اون بله جامعه تغییر بکنه. حالا چه جوری؟ این آدم شیاد نمیاد بگه چه جوری. اون خبرنگاره، کذایی هم نمیاد ازش بپرسه خب بابا جون تناقض این حرف تو بیا حل و فصل کن. خب این همون حرف اصلاحاتیای قلابیه که 20 سال ملت رو سر کار گذاشتن و یک بار و برای همیشه مردم ایران در سال 96 اونا رو روانه زباله‌دان تاریخ کردن. حالا این بابا، این اومده لباس عوض کرده و به اسم استاد دانشگاه میخواد چرندیات رو تحویل مردم بده و همین رژیم رو حفظ کنه. اما البته روشنه که خیلی دیر شده. بعد از 1500 شهید قیام آبان، بعد از 750 شهید 401 قیام 401 و 30,000 دستگیری و اعدام ها، اتفاقا مردم به دنبال تغییر رادیکال در نظام سیاسی حاکمن. وقتی هم میگیم تغییرات، اینم که میگه وقتی تغییرات رادیکال، منظورش انقلابه. مردم ایران خواستار انقلابن، دگرگونی جامعه به اضافه سر سیاسی جامعه. بله دقیقا. خب از این بازی با کلمات که شما اشاره کردیم به خوبی بگذریم، به نظر شما معنی سیاسی این حرکت چیه و چرا الان اومده این حرفا رو میزنه؟ بله کاملا سوال خیلی به جایه. ببینید نه ماه پیش قیامی شروع شد که هیچ کدوم از باندهای رژیم تو این نقشی نداشتن و همشون هم غافلگیر شدن. در ادامه این قیام، در ادامه چی بوده؟ قیام 96، قیام های 97 و قیام 98 بود که تو هر کدوم از این قیام ها مسائلی از جامعه ایران حل شد، موانعی کنار رفت. مثلا تو قیام 96 شعار اصلاح طلب اصولگرا، اصلاح طلبی سوخت و رفت تو زبالان تاریخ. تو سال 98 جامعه از ترس عبور کرد، وارد مرحله قهر شد. خود کارشناسای خودشون هم اینو گفتن. در سال 401 همه دنیا و از جمله خود مردم ایران فهمیدن که جامعه ایران در یک موقعیت انقلابی قرار گرفته و عنصر سازماندهی وارد صحنه شد. خامنه ای خوب میدونه که بعد از کشتار آبان و 401 و روشن شدن نقشش در قتل عام کرونا، جامعه به سمت قهر رفته. بنابراین وقتی جامعه وارد مرحله قهر میشه، بخواد نخواد صورت مسئله تغییر میکنه و عنصر سازماندهی وارد معادله میشه. یعنی مقاومت به منبع لایزال خلق وصل شده، کاری که
40 سال خمینی و خامنه‌ای تلاش کردن، یعنی 45 سال تلاش کردن که جامعه رو از رهبریش جدا کنن. الان مثل فصل بهاره که پتانسیل موجود تو دونه بذری که کاشته تو خاکه به جنبش در میاد و دونه جوانی میزنه. این عبدالکریمی و محمد خاتمی و امثال و هم و با هر عنوانی که هستن و همه مار و مورای ولایت همینو خوب فهمیدن و به همین دلیل وحشت افتادن و مذبوحانه میخوان جلوی همینو بگیرن که البته آب در هاون میکوبن. بله، با تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید و ممنون از توضیحاتی که دادید. منم تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو من دادید.